به گزارش روابط عمومی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، هفتمین گرد همایی بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام شنبه 21 خرداد در تورنتو کانادا برگزار خواهد شد. این گرد همایی بزرگ همزمان با سالروز ولادت سراسر نور حضرت امام رضا علیه السلام با حضور میهمانانی از کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی و جمع کثیری از بینندگان شبکه‌های امام حسین علیه السلام انجام می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی، دکتر سید عمار نخجوانی، نزار قطری، علی فاضل و خانم شای رزدالا، حبیب علیزاده برخی از میهمانان این گرد همایی بزرگ هستند. همچنین آقای مصطفی بزرگانیا از استدیوی شبکه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا شرکت در این گرد همایی شرکت خواهد کرد. این گرد همایی که به زبان انگلیسی است، شنبه 11 ژوئن 2022 رأس ساعت 12 شب به وقت شهر مقدس کربلا، 5 عصر به وقت کانادا، به طور زنده و مستقیم از شبکه های مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام همراه ما دوبله آنلاین به زبان های فارسی، عربی، اردو و ترکی پخش خواهد شد. جناب آقای فهد، مسئول دفتر مرکزی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در اروپا و مدیر شبکه امام حسین علیه السلام 3 و مسئول برگزاری این گرد همایی عظیم از لندن با ما هستند. آقای فهد سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدی و بینندگان محترم مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. ممنونم. آقای فهد، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در 13 سال فعالیتش برگزاری 6 گرد همایی با شکوه را در کشورهای آلمان و کانادا و سوئد و انگلستان در کارنامه خود داره. ابتدا کمی از بازخوردهای بینندگان از 6 گرد همایی قبل برای ما بفرمایید. یه نکته قابل توجه خدمت بینندگان محترم شما عرض بکنم که خب به مدت 2 سال متاسفانه ما نتونستیم هیچ گرد همایی رو برگزار بکنیم به خاطر بیماری کرونا و پیام های بسیار بسیار زیادی داشتیم که مردم چشم انتظار این بودن که مجموعه رسانی رو امام حسین علیه السلام رو در کشور خودشون ببینن و دوباره این همایش ها برگزار بشه و وقتی هم که اعلام کردیم با استقبال بسیار بسیار بی‌نظیر روبرو شدیم الحمدلله. از چگونگی استقبال بیننده های شبکه های مختلف امام حسین تیوی در رزرو اینترنتی بلیط برای گرد همایی شنبه بفرمایید و اینکه گنجایش حضور در این گرد همایی چند نفره؟ همون جور که در گرد همایی و همایش لندن هم همون روزهای ابتدایی تمام جاها و صندلی ها رزرو شد، در همایش کانادا هم همین اتفاق الحمدلله افتاد. متاسفانه ظرفیت فقط 300 نفره و بقیه مردم انشالله آنلاین برنامه را خواهند دید. تمام جاها رزرو شده، تعداد بسیار محدودی رو دوستانمون نگه داشتن برای مهمان ها و الحمدلله استقبال بسیار بسیار عالی و بی‌نظیر بوده. بله، هدف از برگزاری هفتمین گرد همایی بزرگ بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام چیه و چه آیتم هایی برای این گرد همایی تدارک دیدید؟ ببینید، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به عنوان بزرگترین رسانه شیعی در جهان موظفه که ارتباط خودش رو با بینندگان برقرار بکنه. با توجه به اینکه این مجموعه رسانه‌ای متشکل از 6 کانال و 5 زبان هست، خب باید با کامیونیتی های مختلف، باید با مجموعه های مختلف مردم، جوامع مختلف مردم ارتباط برقرار بکنیم و این وظیفه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام هست. میدونیم که مجموعه رسانه هر روز رشد بیشتری رو داره، برنامه های بسیار بسیار وسیعی در کل دنیا داره و این برنامه ها باید به سمع و نظر مردم برسه. در این همایش ها فرصت خوبی رو به وجود میاره تا ما برنامه های آیندهمون رو و همون جور برنامه هایی که در گذشته اجرا کردیم رو به سمع و نظر مردم برسونیم. در این همایش شخصیت های بسیار بسیار مهم جامعه شیعی حضور پیدا میکنن.
همونجور که میدونید و در خبرتون هم گفتید، جناب آقای دکتر سید عمار نخجوانی به عنوان سخنران در این برنامه حضور دارن، مداح اهل بیت استاد بزرگوار جناب آقای نزار قطری هم به عنوان مداح انشاءالله در این برنامه حضور خواهند داشت، حجت الاسلام نماینده حضرت آیت الله عظما شیرازی، حجت الاسلام و المسلمین شیخ صالح سیبوی از شخصیت های بسیار بسیار گرامی کانادا در برنامه ما حضور دارند و شخصیت های مختلف دیگه از جامعه بانوان، سخنران بسیار بسیار بزرگواری خانم شهرروز حضور دارن و انشاءالله بتونیم یک برنامه بسیار بسیار خوبی رو انشاءالله تقدیم بینندگان مجموعه رسانی محسن علیه السلام بکنیم. در پایان اگر سخنی با بیننده های اخبار شیعه دارید میشنویم. میدونیم که ظرفیت این سالن و برنامه فقط 300 نفره. من دعوت میکنم و این برنامه اساسش برای اینه که مردم صدای شبکه امام حسین علیه السلام رو بشنون از نزدیک و همینجور به پشتوانه ما باشن، کمک های خودشون رو به ما برسونن. من میخوام دعوت بکنم از همه بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام در اقصی نقاط دنیا، در تمام قاره ها، استرالیا، اروپا، امریکا، همه به صورت آنلاین برنامه رو ببینن و اونها هم اگه میتونن به هر طریقی پشتوانه ما بشن برای آینده شبکه امام حسین علیه السلام، انشالله اونها هم دریغ نکنن و ما هم در خدمتشون هستیم. ممنون. قاسم فهد از لندن ما بودند.